امروز شیرینی کشمشی داریم. همونطوری که تو نظرسنجی ازتون سوال کردم و پرسیدم که شما مایل هستید من کدوم شیرینی رو بهتون آموزش بدم، همه اکثرا روی شیرینی کشمشی کلیک کردم و رأیشون به شیرینی کشمشی بود. بسیار گزینه خوبی هست. شیرینی کشمشی یکی از شیرینی های سنتی ایران و بسیار لذیذ هستش که امروز قراره من بهتون آموزش بدم. حالا باید سوال کرد که چرا من شیرینی کشمشی رو با دو خمیر شیرینی زبون و خمیر هزالا قرار دادم توی یه نظرسنجی. برای اینکه حساسیت های خاص خودشو داره و نکات ریزی که اگر شما به این نکات توجه نکنید و گذرا از این نکته ها رد بشید، شیرینی شما شیرینی کشمشی نخواهد بود، چرا که شکل و فرم دیگه ای به خودش میگیره. شیرینی کشمشی دارای چند مواد بیشتر نیست که خیلی آسون با هم مخلوط میشه، فقط همون نکات و همون ریزکاری ها رو اگر دقت کنید میشه همون شیرینی کشمشی که خیلی ها باهاش خاطرات خوبی رو دارن. صرف تجربه‌ای که در این سالها کسب کردم، عزیزانی که قصد دارن کیک یا شیرینی بپزن، فر رو از همون دقایقی که قراره مواد مورد نیاز کیک یا شیرینی رو تهیه کنن فر رو روشن کنن. چرا؟ به خاطر اینکه فرهای خونگی بسیار فرق میکنه با فرهای صنعتی و دما و حرارتشون هم بسیار متفاوت هست. زمانی که قرار کیک یا شیرینی رو بپزن، بر فرض مثال اگر اون کیک یا شیرینی بناس رو درجه 350 درجه سانتیگراد پخته بشه، من فر رو روی درجه 400 درجه سانتیگراد گرمش میکنم. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه زمانی که بناس فر رو درش رو باز کنم، اون حرارت سریعا خارج میشه، هوای گرم هوای سبک سریع خارج میشه و اینطوری زمانی که کیک رو بذارید توی فر به درستی پخته نمیشه. پس بهترین کار این هستش که شما فر رو 50 درجه بالاتر از درجه مورد نظر گرمش کنید. وقتی خواستید سینی یا قالب کیک رو بذارید تو فر، اون موقع همون لحظه 50 درجه رو بیارید تا دما مناسب باشه. توی قنادی ها و شیرینی پزی ها از صبح تا اون لحظه آخر این فر روشنه و گرماش از دست داده نمیشه. به خاطر همین شما اگر میخواید نتیجه مطلوب تری از کارتون داشته باشید، حتما به این نکات توجه کنید. الان میخوام کار رو شروع کنم، خدمتون بگم که چه کار بایستی بکنید. اینجا کاغذ روغنی رو یه مقدارش رو بریدم و میخوام الان پودر شکر رو علکش کنم. حتما بایستی پودر شکرتون رو علک کنید. چرا؟ به خاطر اینکه داخل پودر شکر گلوله ایجاد شده و میتونه باعث خرابی شیرینی شما بشه. خب وقتی شما روی کاغذ این کار رو انجام میدید، دیگه خیلی راحت شما میتونید پودر قند رو وارد همزنتون بکنید به این صورت. این از این کار با پودر قند یک مقدار کثیف کاری میتونه ایجاد کنه، به خاطر همین خیلی مراقب باشید. خب همزم رو میارم نزدیکتر. و الان این روغن صاف رو، روغن قنادی رو اضافه میکنم. این وانیل پودری هستش، به اندازه 1/4 قاشق چای خوری اضافه میکنم. عزیزانی که میخوان از وانیل شکری استفاده کنن، یه بستش کافی هستش، ولی بهتره که از همین وانیل پودری استفاده کنید، چون میزان رو اون وقت میدونید دقیقا چقدره. خب و الان روغن مایه رو هم اضافه میکنم. پس در این ظرف وانیل، روغن جامد که روغن صاف قنادی هست، به علاوه روغن مایه آروم مخلوطش میکنم. به این صورت اینو میکسش کردم. سعی کنید در شیرینی همون میزان چربی رو محفوظ نگه دارید، تی نمالیدش به قاشق و لیسک و این برون بر، بعد از میزان چربی کم بشه.
همون اندازه که هست همون رو نگه دارم. الان دستگاه رو روشن میکنم و روی دور اول 3 و بعد روی دور تند برای مدت بین 4 تا 5 دقیقه میزنم. به نظرم خوبه، ولی اگر بناس شما از روغن جامد نباتی استفاده کنی، اون روغن به مراتب باید بیشتر زده بشه تا زمانی که سفید و کاملا پفکی بشه. از کره در این شیرینی استفاده نکنید چون جواب نمیده اونطور که باید جواب بده. دستگاه روشن میکنم تا پودر شکر و روغن با هم زده بشه. بسیار خوب، بعد از اینکه 2 دقیقه از زدن پودر شکر و روغن گذشت، حتما ظرفتون رو دور و اطرافش رو به این صورت پاک کنید با لیسک تا کلیه مواد با هم به درستی زده بشه، یه طرف زده نشه تا طرف دیگه همینطور بمونه. خب فکر کنم دیگه کافی باشه. ببینید چقدر نرم شده، مثل خامه روی کیک. ببینید چقدر نرم و چقدر لطیف هستش. بایستی تا این حد بزنید. خب الان در اینجا من یه دونه زرده تخم مرغ دارم. این زرده رو بایستی به همراه این یکی تخم مرغ ها از سفی رد کنم. چرا؟ به خاطر اینکه این شیرینی قراره که تخم مرغش با دست زده بشه. ببینید اونقدر که زرده سریعا خودشو باز میکنه، سفیده خودشو به راحتی باز نمیکنه. وقتی شما الک میکنید با این کار، شما سفیده رو خیلی راحت باز میکنید و یک دستش میکنید. ببینید الان زرده از سفی رد شده ولی هنوز سفیده سفت هستش، مخصوصا چون این تخم مرغ ها تازه هست، سفیدش هم به مراتب سفتر هست. تخم مرغ شیرینی کشمشی رو نبایستی با همزن زد، بلکه بایستی با دست همش زد. بسیار خوب، شیرینی پزین نکات ریزش شاید به نظرتون مهم نباشه، ولی همین نکات ریز میتونه کار شما رو بسیار متفاوت کنه. بسیار خوب، دیگه الان من نیازی به این همزن ندارم. زمانی که دارید مواد رو از سره همزن جدا میکنید، مراقب باشید تا جایی که میتونید مواد رو از این سره جدا کنید، چرا که میزان ها اون وقت تغییر میکنه و شیرینی شما میتونه خراب بشه. بایستی این تخم مرغ رو که از صافی رد کردم در 3 مرحله به روغن و پودر شکر زده شده اضافه کنم. چرا بایستی در 3 مرحله این رو اضافه کنم؟ به دلیل اینکه تخم مرغ راحت تر هم بخوره و مواد ما به راحتی با هم مخلوط بشه. احتیاجی نیست و نباید اصلا این بخش و این قسمت رو شما با همزن بزنید، چرا که نیاز نداریم در شیرینی ما هوا ایجاد بشه. اگر شما با همزن بزنید، شیرینی شما دیگه حالت بیسکویتی به خودش نمیگیره، بلکه حالت کیک اسفنجی رو به خودش میگیره. شیرینی کشمشی بین بیسکویت و کوکیز هستش، بیسکویت های اسفنجی هستش. وقتی تخم مرغ کاملا به این صورت مخلوط شد، قسمت دیگه ای از تخم مرغ رو اضافه میکنیم. ببینید دوستان، من زیاد هم نمیزنم، فقط زیر و رو میکنم. ببینید لیسک رو به این بدنه ظرفم میکشم. این عمل باعث میشه که تخم مرغ خیلی راحت جذب پودر شکر و روغن بشه. ببینید به این صورت. در ضمن وانیل رو زیاد در این شیرینی نریزید که بوی وانیل بگیره، اندازه بریزید. و این هم قسمت آخر تخم مرغ. کاملا ظرف رو تمیز میکنم تا
تمام تخم مرغ همون اندازه‌ای که میخوام در شیرینیم باشه، کم و زیاد نشه میزان. ببینید وقتی تخم مرغ رو از سفره رد میکنید، ببینید چه زود جذب میشه. چرا؟ به خاطر کاملا باز شده و راحتتر اینطوری جذب موادتون میشه و کمتر هم میخوره مواد. نگران این نباشید که شیرینیتون بوی تخم مرغ میگیره. اصلا بوی تخم مرغ نمیگیره، به شرط که مراحل رو به درستی انجام بدید. مگه شما عزیزان شیرینی کشمشی میخورید بوی تخم مرغ رو توش احساس میکنید؟ نه، به خاطر که مراحل درست انجام میشه. شما مگه مراحل رو به درستی انجام بدید شیرینی خوبی رو خواهید داشت. خب در شیرینی کشمشی من دیدم زعفرون اضافه میکنن عده‌ای. اصلا این روش درست نیست، به دلیل اینکه زعفرون دارای بو و عطر خاص خودش هست، طعم شیرینی کشمشی شما دیگه اون طعم شیرینی کشمشی که از قنادی ها تهیه میکنید رو نخواهد داشت. بوی زعفرون به خودش میگیره. اگر دوست دارید بوی زعفرون بگیره هیچ اشکالی نداره، میتونید زعفرون پودر شده رو یه مقدار خیلی کوچولو اندازه یه ارزن بهش اضافه کنید، نه بیشتر، اندازه یه ارزن. ولی من اینجا از رنگ غذا استفاده میکنم، از رنگ زرد. اینجا ظاهرا شما نارنجی میبینیدش ولی زرده. ببینید به این اندازه، به همین اندازه من، دقت کردید، به همین اندازه من رنگ زرد بهش اضافه میکنم، بیشترم نه. چرا؟ چون شما زمانی که شیرینی کشمشی رو میخرید میبینید این زردی خیلی ملایمی در شیرینی هست. دلیلش این رنگیه که بهش میزنن. اصلا هم خودشو تو خمیر نشون نمیده که شما رنگ اضافه کردید. شما فکر میکنید اصلا تأثیری نکرده، اتفاقی نیفتاده، ولی چرا؟ این رنگ مخلوط میشه و در زمان پخت خودش رو نشون میده که چقدر متفاوت شد شیرینی شما. ببینید به قدری محسوس هستش که شما اصلا تفاوت رو احساس نمیکنید. دوستان امکان داره بپرسن آیا میشه ما در شیرینی کشمشی گلاب بزنیم، هل بزنیم؟ به نظر من نزنید بهتره، چون عطر و بوی خود کشمش و تخم مرغ و آرد وقتی با هم و این روغن مخلوط میشه با هم بسیار شیرینی خوشمزه ای میشه. نیاز به این چیزها نداره، ولی اگه شما دوست داری میخواید بزنید، ولی نبایستی زده بشه. و آرد این شیرینی رو حتما بایستی دوبار الگ کنید. من دوبار آرد رو الگش کردم. عزیزان اگر آرد سلف ریزینگ پیدا نمی کنن میتونن از یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر استفاده کنن، بیشتر نه. در یک برنامه حتما آموزش تهیه آرد سلف ریزینگ رو هم خواهم گفت. خب ببینید الان به این صورت، به صورت دورانی آرد رو من آروم با این مواد مخلوط میکنم. هم زدن آرد در این شیرینی بسیار مهم هستش. بایستی به همین شکلی که من دارم هم میزنم شما هم بزنید. ببینید لیسک رو به دیواره های ظرف میکشم، این باعث میشه که آرد گله گله نشه در این شیرینی، کاملا باز بشه. اگر شما آرد رو یک مرتبه وارد این مواد بکنید شیرینی شما کیفیتش خراب خواهد شد. همین روش ریختن و روش زدن و این تفاوت هاست که شیرینی شما رو از یک فرم به یک فرم دیگه تبدیل میکنه، و الا همشون از همین آرد و تخم مرغ و کره و روغن تهیه میشه. خب زمانی که شما آرد رو میخواید هم بزنید لطفاً به هم زدن من دقت کنید. ببینید من چطوری دارم آرد رو هم میزنم. سبک هم زدن بسیار مهمه در شیرینی پزی، به خاطر اینه که شما میبینید یک موقع یکی شیرینی میپزه با همین مواد خیلی خوب در میاد، دیگری همین مواد دو و همین شرایط رو استفاده میکنه ولی شیرینیش خوب در نمیاد، به خاطر همین نکات و مراحل هستش. ویدئوهای شیرینی پزی طولانی تره به خاطر اینکه نکاتش بیشتره. در کن اصلا کانال آشپزی با نیلوفر یک کانال آموزشیه، کانال شو نیستش. من قصدم اینه که آموزش بدم تا شما عزیزان بتونید به راحتی چیزایی که میل دارید رو تهیه کنید.
خب ببینید عزیزان، آرد به این صورت من بلندش میکنم لیسک رو و هم میزنم. ببینید به این صورت، به این شکل کلن دیواره های ظرف رو تمیز کنید که همه مواد یکسان با هم مخلوط بشن. ببینید مایش خیلی شبیه مایه کیک، مگه نه؟ ولی در صورتی که این بیسکویت مانند میشه و کیک نمیشه. چرا؟ دلیلش همین مراحلی بود که خدمتون گفتم، یعنی رعایت نکات. حرارت در این شیرنی حرف اول رو میزنه، هم زدن و مخلوط کردن مواد حرف اول رو بازم میزنه. تمام اینها نکاتی هست که بسیار مهم هست و نمیشه سرسری گرفتش. کار قنادی کار صبر و حوصله است. شما نمیتونید بلند شید شیرینی درست بخواید بکنید جنگی و در عرض 2 دقیقه، مگر اینکه شما سابقه کاری زیاد داشته باشید که سریع اون کار رو انجام بدید. اون فرق میکنه. اینجا من کشمش استفاده میکنم که همونطور که خدمتون گفتم من از کشمش معمولی استفاده میکنم. کشمش پلویی نتونستم پیدا کنم و از این کشمش ها استفاده میکنم که بسیار هم خوب میشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی اگه شما کشمش پلویی داشتید از کشمش پلویی استفاده کنید. حالا بعضی ها میان این کشمش رو با آرد مخلوط میکنن، میگن تهنشین نشه، ولی در این شیرینی هیچ تفاوتی نداره، چون این حالتی از بیسکویت هستش و چون پخش میشه دیگه تهنشینی نداره. همین شکلی که من انجام دادم شما انجام بدید، هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. ببینید دوستان، سفتی مایه رو نگاه کنید. مایه شما بایستی به این سفتی باشه. ببینید مایه ما آماده شد. الان سینی رو میخوام آماده کنم، سینی فر رو. خب من سینی فر رو یک مقدار چربش کردم، ولی الان جلوی شما هم چرب میکنم که ببینید. ببینید عزیزان، سینی فر رو با همین روغن جامدی که دارید یک مقدار خیلی کم به این صورت چربش میکنید. احتیاجی نیست زیاد چربش کنید. چرا این رو میزنم؟ به خاطر اینکه کاغذ اینطوری تکون نمیخوره در سینی و خیلی راحت کاغذ روی سینی میچسبه به این صورت. و الان با یک مقدار از این روغن جامد سینی رو چربش میکنم. نیاز نیست که خیلی چرب بشه، تا حدی که شیرینی شما بهش نچسبه کافی هستش. اوکی، اینم به این صورت. و الان شیرینی رو میتونید شما توی قیف بریزید، با قیف انجام بدید، میتونید با قاشق انجام بدید. من با قاشق انجام میدم که ببینید که چقدر راحته. خب بسیار خوب، از موادتون میتونید این کار رو با قیف انجام بدید. اگر خواستید با قیف انجام بدید باید سره ماسورتون 1 سانت، 1.5 سانت قطرش باشه. بعد به این صورت من با قاشق از مواد برمیدارم و با فاصله روی سینی قرار میدم به این صورت. خیلی راحت، اصلا نیازی به قیف و اینجور چیزها هم نداره. این کار رو برای این میکنم عزیزانی که قیف در دسترسشون نیست بتونن همین کار رو با قاشق هم انجام بدن. فقط مراقب باشید که کشمش در یکی زیاد برداشته نشه، در اون یکی هنوز کشمشی وجود نداشته باشه. اندازه بردارید، از هر کدوم برمیدارید به صورت اندازه و یک نواخت. و این شیرینی ها رو حتما بایستی با فاصله در سینی بچینید و سعی کنید همه هم تقریبا توی یه اندازه باشن. یه خورده کار کنید دستتون میاد و میدونید که تو چه حد بایستی بریزید. نگران نباشید، این چیزا تجربه است. مایه شیرینیمون به این صورت آماده شد. اینجا من یک کاسه آب سرد دارم، آب معمولی که از شیر ظرفشویی برداشتم و دستم رو خیلی آروم داخل آب قرار میدم و خیلی مقدار کمی رو به این صورت روی شیرینی ها میپاچم. نهایتش 3 بار، و ندارید زیاد بپاچید تا سینیتون خیس بشه، خیلی کم،
چرا این کارو میکنم؟ به خاطری که فرهای خونگی مثل فرهای صنعتی نیست و اون بخار و اون حرارت درست رو نمیده، اینطوری باعث میشه که اون بخار و حرارت مورد نیاز در فر ایجاد بشه. خب این رو من میبرم میذارم داخل فر. بسیار خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید من شیرنی ها رو گذاشتم توی فر و الان حرارت روی 260 درجه سانتیگراد و روی قسمتی هست که حرارت بالا و پایین و فن فر هم روشن هستش. برای مدت تقریبا 2 دقیقه روی این حرارت قرار میدم تا جایی که شیرینی از این حالت برجسته خارج بشه و روی سطح سینی پخش بشه. بعدش بعد 2 دقیقه حرارت رو میارم روی 200 تا 220 درجه قرارش میدم و بعد فن فر رو خاموش میکنم، فقط حرارت بالا و پایین بایستی باشه و درجه رو روی 150 تا 160 قرارش میدم و اجازه میدم شیرینی بپزه. تا این شیرینی آماده بشه و بقیه کار رو با هم داشته باشیم همراه ما باشیم. خوب دوستان عزیز، هم که مشاهده میکنید شیرینی های ما آماده شده، شیرینی کشمشی خوشمزه، اونم از نوع ایرونیش. این شیرینی انقدر خوشمزه است و انقدر خوشبو و خوش تیست هستش که شما هر چقدر بخورید سیر نمیشید، مخصوصا زمانی که خودتون تهیهش کرده باشید. شیرینی کشمشی یک سری نکات داره که اگر اون نکات رو رعایت کنید شما هم میتونید بهترین شیرینی کشمشی رو در منزل تهیه کنید. خب عزیزان، همینطور که مشاهده میکنید یک سری از شیرینی های ما اینجا در این قسمت از فر در اومده، فعلا گذاشتم خنک بشه، یک سریشون داره میپزه و این هم یک سری که پخته. شیرینی کشمشی رو نبایستی سریعا سروش کرد. من الان این شیرینی رو حالا یه دونش رو برای شما میشکنم که ببینید، ولی این شیرینی بهتره که 24 ساعت در محیط آشپزخونه بمونه تا خودش رو کاملا بگیره، چرا که شیرینی کشمشی یکی دو روز که بمونه خوشمزه تر میشه و مزهش بهتره. خب ببینید، اولا قیافش رو نگاه کنید. ببینید عزیزا، قیافش شما رو یاد اون شیرینی های قدیم کشمشی نمیندازه؟ شیرینی هایی که خیلی نازک و ترد بودن و بسیار کریسپی و خوشمزه. ببینید اون رنگ خیلی کمی که من اضافه کردم، ببینید چه رنگ قشنگی به شیرینیمون داده. پشتش رو ببینید به چه صورت قشنگ پخته شده و جلو هم به این صورت اون چروک ها رو روی شیرینی شما میبینید. ببینید به این صورت کاملا همشون این چروک ها رو دارن. خب دما در شیرینی کشمشی بسیار مهم هستش و اگر دما رو رعایت نکنید شما نمیتونید شیرینی خوبی رو داشته باشید. پس حتما به دمای فر بایستی خیلی توجه بشه و طریقه هم زدن مواد این شیرینی بسیار مهم هستش که شما بایستی توجه کنید. و الان من براتون این شیرینی رو میشکنم. ببینید چقدر قشنگ و خوشمنظر است. یاد شیرینی های ایران افتادید نه؟ دقیقا خودشه. خب شما هم اگر دقت کنید به مراحل همین شیرینی رو میتونید تهیه کنید. این بود برنامه امروز ما و من در یک ویدیو حتما راجع به اندازه تخم مرغ ها صحبت خواهم کرد. در مورد آرد ها صحبت میکنم و تفاوت آرد ها رو براتون سعی میکنم تا جایی که مقدوره به راحتی بیان کنم. و اما قدمی که میشه برای همدیگه، برای هموطنانمون برداشت، اینه که ما همدیگه رو به دیگر دوستان معرفی کنیم و رشد بدیم این کار فرهنگی هنری رو در یوتیوب. این هم شیرینی امروز بود که امیدوارم تهیه کنید و لذتشو ببرید. تا یک برنامه دیگه و یک رسیپی خوشمزه و ناب دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون عزیزان.